یه اتفاقی تو زندگی من افتاد. چه اتفاقی بابا؟ یه اتفاقی که فکر میکنم تکرار زیادش داره گرفتارم. بس خدا کنه زودتر گرفتار بشین آقا. سایمان خیلی درد داره. یه جیغم کشی بچه خودش به دنیا میاد. حتما تالی یه اسمی براش انتخاب کردی. هستی. مهری جان من یه ساعت نهایتا دو ساعته برمیگردم اشکال که نداره. وای خدا رو شکر مارال هیچ چیش به حامد نرفته. لطف کنین بهش بگین حسی از گشنگی انقدر گریه کرده که دیگه جون نداره. دیگه تو یه ذره سنتی هستی که دائم باید تو خونه باشی به بچه چیر بدی ها؟ با آدمای این خونه بی‌احترامی نکنی ها. آدمای این خونه منظورت کیان؟ ساناز اومده هستی رو ببین. با احترام بهش بگو از این خونه بره بیرون. ساناز خواهر منه. برای یه جای من اینجاست. به جای ایشان. تو برو من بعدم با هستی میام. کجا بودی؟ خونه هلن. برای چی بی خبر رفتی؟ یعنی باید ازت اجازه میگرفتم؟ من که کلمه اجازه رو به کار بردم. چه اتفاقی؟ محفل ادبی فانوس تو لندن جایزه ادبی سالانه‌شو به رمان رویا. میدونی این موفقیتی که به دست آوردی و مدیون آریانی؟ میدونم. این گوش زیاد نمیخواد. مطمئنم که جایزه رو من بهت داده. منو برای شرکت در مراسم دعوت کرد. میخوای بری؟ حتما. من وسط یه نمه دردسر مشکل مامان یه ساعت پیش دو فصل رمان تازه رو تموم کردم. باید ببینم ایت. اون موقعی که میخواستی با من ازدواج کنی میدونستی من زن سنتی نیستم. میدونستی که مینویسم و بنوشتن علاقه دارم. تو داری با دست خودت گور استعدادتو میکنی. حامد متاسفم که اون تونست درون منو بشناسه ولی تو که شوهرم بودی نشناختی. آدما با فکر بسته همه چیزو یا بازی میبینن یا توته. این حرف آریانه؟ حرف درستیه. مراد به هیچ چی نباید فکر کنی غیر از این موقعیت استثنایی که برات پیش اومده. ولی من میخوام هر دو تا زندگیمو با هم حفظ کنم. من اومدم اینجا تا با هم به تفاهم برسیم. تفاهم؟ درباره چی؟ پذیرش واقعیت. من معتقدم تو وجود هر مردی یه دیکتاتور زبون نفهم هست. روشن فکر و غیر روشن فکرم نداره قربونت برم. داریوش آریان یه آدم مشکوکه. تو داری سر من داد میزنی؟ آره داد میزنم. داد میزنم هر چی که بخوام داد میزنم. برای اینکه نمیفهمی، برای اینکه مثل یه آدم احمق هر چی تو میگی قبول میکنی. تو اشتباه کردی سر زنت داد کشیدی. باید ازش معذرت بخوای. مارال خونه است؟ تو کی هستی؟ من حامدم. شوهر مارال. به من گفته وقتی تلفن کردی بهت بگم قرار بعدی دادگاه. خواهرش بود. همه مشکل ما اونه. حالا مطمئنم با این اتفاقی که افتاده نشسته بغل گوش مارال داره وزوز میکنه. حالا که مارال از پیش شما رفته من و فروغ و زمان امروز ببرین خونه خودمون. دیگه بیشتر از این صلاح نیست ما مزاحم شما و خانوادتون باشیم. اگه قرار مارال دیگه برنگرده. ببینین مارال وقتی به یه مشکلی برمیخوره نمیتونه زود تصمیم بگیره. نمیتونه درست تصمیم بگیره. آدمای دور و برش هم خیلی زود روش اثر میذارن. دور خودش میچرخه و گیج میشه. الان دیگه زندگیش با گذشته فرق داره. الان بچه داره. مادره. اگه دلش برای منم تنگ نشه برای بچهش که تنگ میشه. دل توای هستی رو کرده. آره. ای بابا هنوز دو روز نشده از هستی دور شدی. سانازا دوستاش اومدن مادر مارال و آفاق و با هستی رو با خودشون بردن. برای چی بچه رو بهشون دادی؟ گفتن از تو اجازه گرفتن. مثل سگ دروغ گفتن. باید همین امشب هستی رو ببریم بدیم به پدرش. احمقانه تا این کار ممکنه. هستی به خانواده حامد عادت کرده. اساس من آفاق شیر نمیخوره. ای بابا بچه‌ست دیگه. چند روز بگذره به تو و آفاقم عادت میکنه. تا این بچه بیاد به من و مرال عادت کنه از گرسنگی و گریه هلاک شده. تو یکی زر نزن. کسی با تو صحبت نکرد. ساناز با زدی سیر قراره. خیلی خوب به جهنم ببرش. فقط رفتی اونجا یه وقت نری جلو با حامد صحبت بکنی. ببین تو میخوای از این آدم طلاق بگیری. شما مرال خانم که همدیگر خیلی دوست داشتین. هر دو تاتون هم که با سوادین. چرا اینطوری شد؟ تقصیر کدومتون بود؟ شما یا مارال خانوم؟ نمیدونم. خانم مارال عظیمی همسر شما؟ بله. خانم شما تقاضای طلاق کردن. دلیل طلاق؟ ناسازگاری. احضاریه دادگاه فردا یا پس فردا به دستتون میرسه. توی احضاریه روز و ساعت دادگاه مشخص شد. امیدوارم توی دادگاه با مردی معقول و منطقی روبرو باشم. امیدوار باشید. امیدواری چیز خوبیه. شب ازدواجمون یه حرفی بهم زد که همیشه یادم مونده. چه حرفی؟ بهم گفت یه زن و شوهر وقتی همدیگر رو دوست دارن که از نظر روحی و اخلاقی و فکری با هم تفاهم داشته باشه. وقتی اون تفاهم از بین میره به این معنیه که دیگه همدیگر رو دوست ندارن. فقط دارن همدیگر رو تحمل میکنن. تو این شرایط هم باید از هم جدا شه.
سلام. سلام. برای چی تا این موقع موندی؟ مگه من نگفتم که چون خونت دوره میتونه زودتر بری؟ چند تا پیغام و تلفن داشتیم. خب اینطور موقع تلفن‌های و پیغام‌های ضروری رو بنویس، بذار روی میز. نوشتم. دست در نکن. پدرم گفت باش تماس بگیرم؟ نه، فقط حالتون رو از من پرسید. خیلی خب. پدرت کجاست؟ داره نماز میخونه. خیلی خوب، اینجا باش. ستاره ها رو خرده ستاره ها رو خرده پایان جشن گریه شد راهم بده به آسمون بی من نرو با من بمون بی من نرو با من بمون ببخشید من دیگه هم میرم با من کاری ندارین حالا که تا این موقع موندی بذار با هم بریم الان را بیافتم آخرین اتوبوس میرسم نگران نباشین حرف نزن برو بشین پشت میز کارت ضمن به بابات هم بگو بیاد اینجا باش کار دارم چشم بله آقا یه چند لحظه بشین باهات کار دارم چشم آقا بفرمی تو که میدونی من تا حالا به خانوادم و پدرم دروغ نگفتم بله آقا میدونم ولی راستش امشب میترسم موضوع رو به پدرم بگم احضاریه دادگاه اومده؟ بله اولین جلسش هم فردا صبح خب امشب چیزی به آقا مرتضی و خانواده نگی بذاریم بعد از دادگاه اتفاقا من خودم تو همین فکر بودم ولی همین که پام به خونه برسه و قیافه منو که ببینم اینقدر سوال پیچم میکنن که بالاخره موضوع رو بفهمم خب آقا امشب نرین خونه بیرین خونه ما نه بابا مزاحم میشم آقا چه مزاحمتی من و لیلا و دامادم خوشحال میشیم شما یه شب پیش ما باشی آره؟ بله آقا
بیا. پیجامم کثیف بود، پیجای بابا رو آوردم. اشکالی که نداره. نه بذار اونجا، بیارم اتفاقه بکش. خیلی. میگم حامد هنوز مارال دوست داره نه؟ من فکر میکنم مارال هم هنوز حامد دوست داره. اگه هنوز دوستش داره چرا تقاضای طلاق کرده؟ داستان ازدواج و طلاق این دوتا با داستان ازدواج و طلاق زن و شوهر دیگه فرق میکنه. مشکلات چیز دیگه است. نه مشکل اقتصادی دارن، نه مشکل رفتاری. مشکلشون فکریه. جالبه. تقابل سنت و مدرنیسم میگه. تو الان داری شوخی میکنی. اگه خواستی جدی بگی نگو مدرنیسم. شبه مدرنیسم. لیلا مجید چی کار میکنیم؟ بیاین دیگه. اومدیم. اومدیم. ساعتمون چنده؟ بکنم چهار. برو عوضش کن. حامد ای از اون پنو قرار نیست مثل من تو صبح باشه درس بخون. برو. خیلی خوب. چه ساعتی کوکش کنم؟ وقت نماز. اومد. هستی رو با خودش نیبرد. چه بهتر. یکیچ به نفع تو. چرا به نفع من؟ من اینکه احساساتی نمیشی زد و نقیص حرف نمیزن. من دلم واسه هستی یه ذره شده، میخوام ببینمش. خیلی خوب میبینیش، چقدر عجله میکنی. همش داری همینو به من میگی. تا کی؟ ببین طلاقی گرفتی میتونی حسرو کاملا به صورت قانونی ببینی. قانونی؟ من میخوام خودم از حسی نگهداری کنم. ببین امروز حرف نگهداری و گرفتن حسی رو نزن. بذار دادگاه جلو بره، من ببینم چجوری برخورد میکنه. ببین من حسی رو از تو میخوام. بیا
خانم کمنش؟ بله. خواهان کیه؟ خانم مارال عظیمی هست. خانده اومده؟ بله. آقای حامد یزدان پناه. اونجا هستم. آقای یزدان پناه. بفرمایید دادگاه شروع شده. بفرمایید. کاملا درسته. بله بله بسیار خوب. باشه چشم. بله من تماس میگیرم. زنده باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ. خانم مارال عظیمی؟ بله خودمم. خانم عظیمی میخوای اشعار طلاق بگیری؟ چرا؟ به چه دلیل؟ دلایلش زیر تقاضا نوشته شده آقای رئیس. دلایلی که اینجا نوشتید من خوندم خانم وکیل. میخوام از زبون خودش بشنوم. دوباره تکرار میکنم. چرا؟ به چه دلیل؟ نمیخوای جواب بدی؟ به دلیل ناسازگاری، بدرفتاری، بددهنی. شما چه کاره این خانومی؟ فقط خواستم بگم که خواهرم از ترس عکس‌العمل بعدی شوهرشه که نمیتونه حرف بزنه، اینجوری ساکت نشسته. نترسید خانم، حرف بزن. من و حامد از نظر فکری با هم اختلاف داریم. نمیتونیم با هم زندگی کنیم. اختلاف فکری در نحوه زندگی؟ در همه چیز. همه چیز یعنی چی؟ خب اون نمیذاره من کار کنم. نمیذاره. کار شما چیه؟ من نویسندم. داستان مینویسم. خب؟ خب حامد میخواد اونطوری که اون فکر میکنه من داستان بنویسم. کمتر بنویسم. بیشتر مثل خواهرش تو خونه بشینم و بچه داری کنم. به خونه برسم. دلایل اصلی شما برای طلاق همینه؟ نه آقای رئیس، دلیل اصلی بدرفتاری شوهرشه. خانم کیامنش، من صحبتای شما رو شنیدم، نوشته‌هاتون هم خوندم. حالا اجازه بدین اینجا دیگه موکلتون صحبت کنن، نه شما. بله. بدرفتاری دلیل من برای طلاقه. ادامه بدین. چی بگم؟ به کلمه بسنده نکنید. توضیح کامل بدین. این بدرفتاری که میگید یعنی چی؟ شوهر شما بددهنه؟ فوش میده؟ تکرار میکنم، شوهر شما؟ بله، من بددهنم. به همسرم فوش داد. نه یک بار بلکه زد. کتکش هم زدی؟ بله، کتکش هم زد. چرا کتکش زدی؟ خب برای اینکه دوستشم اونطوری که من میخوام زندگی کنه، دوستشم اونطوری که من فکر میکنم بنویسه. اصلا ننویسه، کمتر بنویسه، بیشتر بشینه تو خونه بچه داری بکنه، غذامو درست بکنه، رختامو بشوره، به جز من به هیچ چیزی فکر نکنه، تابع من باشه، هرچی که من میگم گوش کنه، رو حرف منم حرف بزنه. دروغ میگه، دروغ میگه، دروغ میگه.
مارال، مارال، مارال احمق، کجا داری میری خور دیوونه؟ چرا داری گریه میکنی؟ لازم بود ما اینقدر دروغ بگیم؟ بدبخت، برای اینکه دروغ گفتی داری این بچه ها گریه میکنی؟ تو الان هیچ وقت تو زندگی من اینقدر تحقیر نشده بودم. تو نفهمیدی؟ نفهمیدی که اون مرده که عقب افتاده تونست با احساسات تو بازی بکنه؟ توی احمق از اون دادگاه که اومدی بیرون بازی رو باختی. کدوم بازی؟ بازی که با دروغ رو انداختی؟ سر من داد نزن. توی احمق فکر میکنی که ما این بازی رو به خاطر کی رو انداختیم ها؟ برای اینکه توی لعنتی از اون زندگی نکبتبایی که داری خلاص بشی. من نمیخوام از اون زندگی نکبتبام خلاص بشم. به کی باید بگم؟ مارال، 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 مارال. لعنتی. ستاره ها رو خط نزدم، پایان جشن گریه شد، راهم بده به آسمون، بی من نرو با من بمون، بی من نرو استدی. میتونم بیام خونه؟ چرا که نه؟ خونه خودت. بفرمایید.
هیچ تغییری تو دکوراسیون ندادی؟ این آپارتمان با سلیقه تو چیده شده. با سلیقه تو هم چیدمانش عوض میشه. هستی پیش مهریه؟ تو لباساتو بذار تو کمد، من و هستی و مهری اومدیم. عموجون گریه نکن. مهری گوشش نیست. نیم ساعت پیش شیرشو خورده. از خواب پریده بعد خواب شده. حالا شیشه شیرشو بده مارال شده هر روز گوشنش باشه. بستی جان مامان. مامان. مارال بشین لبه تخت شیرشو بده. خب حالا هستی بیاد شیرشو بخوره. بخور مامان جان، بخور عزیزم. خب الان هستی شیرشو میخور. نه نه بغل من نه، باید بغل مامانت شیرتو بخوری. بغل مامانت. ببین پوشکشو عوض کردی؟ آره قبل از اینکه شما ها بیاین. مهری هستی رو بگیر شیرشو بده آرومش کن. نه 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 باید دیگه از حالا به بعد به مارال عادت کنم. مهری جان همینجا شما دیگه بکنو دارید. باشه چشم چشم دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. باشه پس فعلا خدا خدا مارال جان خدا 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 عمو جان قربونت برم گریه نکن عمو جان. خدا حافظ. خدا حافظ. چرا گریه میکنی؟ بدش به من. هستی جون بیا عمو جان دیگه باید پیش مامانت باشی عزیزم. آروم باش. آفرین. تو چرا گریه میکنی؟ هیچی همینطوری. گریه بچه طبیعیه. مدتی پیشش نبودی خب به مهری عادت کرد. از امروز پیش تو بمونه کم کم بهت عادت میکنه. مارا گریه نکن. کجا میری؟ Thank you.
میکنم نشتم من زودتر تمامش بکنم. نمیخوام چند فصلی که نوشتم و بخونی؟ خودت برام بخونش. کی؟ همین امشب بعد از خوابوندن هستی. خوبه؟ عالیه. دستتون درد نکنه. ممنونم آرال جان. قربانه برم. خدا حافظ. به نظر تو کدومی که قشنگ‌تر بود؟ توپلی یا لاغره؟ هم توپلی هم لاغره. هر دوشون قشنگ بودن. سلام. سلام. حمید و مهری بچه‌شون انتخاب کردن؟ از دو تا بچه خیلی خوششون اومد اما امروز نتونستن تصمیم بگیرن. گذاشتن برای بعد. بعدن یعنی کی؟ توی این هفته یکم تحقیق کنن بعدن تصمیم میگیرن. شیرین؟ بله. شیرین جان هستی رو بیار. مارال خانم اومدن. سلام. سلام. چطوری؟ ممنونم. خوبی؟ آره الان میارم. مرسی. چه شکلی بودن؟ خیلی زیاد بودن نمیشد تصمیم گرفت. خوابیده؟ آره. آماده ای برات بخونم؟ کاملا. یه صندلی برای خودت بیار. بله. بخونم؟ بخون. عکس بچه 7 ماهش را گذاشت داخل آلبوم. بچه در آن عکس خندیده بود. به دوربین عکاسی که اون روز دست خودش بود. از آن روز 1 سال و 5 ماه میگذشت و او خنده بچهش را ندیده بود. از وقتی که چمدانش را بست و سوار آسانسور شد. فقط از آن لحظه صورت بچه. یه لحظه. بله بفرمایید. بله هستم. شما؟ بله، چند از گوشی خدمتتون؟ خانم پروین شادمان. بله. سلام
حامد جان یه دقیقه بیا بیرون در ببند. چی شده؟ نیم ساعت قبل از اینکه شما برسین خونه آفاق جون اومده بود اینجا. میخواست باهات حرف بزنه. منتها بنده خدا خیلی عجله داشت. نموند گفت یه وقت ساناز میفهمه من اومدم. خب نگفت با من چی کار داره؟ چرا؟ فقط گفت مارال نفهمه. موضوع چیه؟ این آقایی که از خارج اومده آقای آریان. خب زهر مادرش فوت کرده. بعد از بعد از ظهر گفت دارن دنبال مارال میگردن که بگن بره اونجا. همه هم اونجا جمعن. فقط گفت باید بگم نذاری بره. خیلی خوب باشه. کاری با من نداری؟ نه خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. باشه باشه. خداحافظ. حامد من الان باید برم خونه پری. پری؟ پروین شادمان. برای چی؟ مادرش امروز ظهر مرده. همه برای تسلیت جمع میشن خونش. مادر پری مرده؟ آره. همین امشب باید بری؟ فردا خاکش میکنن. پس فردا هم نیست. میره سفر. فقط امشب اونجا جمع میشن. خیلی خوب. بری. تو هم میخوای همراه من بیای؟ یعنی میخوای این وقت شب تنها بری؟ خب با آژانس میرم. با همون آژانس هم برمیگردم. خب فکر کن من آژانس. تو میخوای منتظرم بمونی؟ نمونم. پری خیلی به مادرش وابسته بود. ممکنه برای اینکه تنها نباشه مجبورشم تا صبح پیشش بمونم. یعنی من برم؟ من با آژانس برمیگردم. خیلی خوب. باشه. ممنونم. Oh, my God.
حسیر اومده دارش خیلی خوشحال میشه از دیدنت. خودش نمیده ساعتی دوازده اونی پروازش میشینه تو فرودگاه میرم.